یه محموله خر تو محور نیشابور مشهد گرفتن. نه 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 زنده نه، ذبح شده، آماده رفتن به رستوران واسه به سیخ کشیدن به اسم کوبیده 100% گوشت و چنجه. میری اونجا ببینی ای ای کوبیده ها چقدر ارزونه، تازه همش هم گوشته، چنجه هاش چقدر ارزونه. واسه چی؟ واسه این که گوشت خره عوضی، این خره بدبخت و از بیابون میگیرن مفتی کوبیدهش میکنن. حالا نمیدونم فرق گوشت گاو و خر چیه، دوتاشون گیاهخوارن، چرا دقیقه حساسی؟ فقط او عزیزانی که این گوشت خر چرخ میکنید میکنید کوبیده، دیگه خواهشن چیزش رو چرخ نکنید. شما 400-500 کیلو گوشت دارید، دیگه قید اونجا رو بزنید. لامصب چیزش میتونه یه عروسی 700 نفر رو کوبیده بده، فقط با چیزش. خواهشن دیگه اونجاشو چرخ نکنید. من خوشم نمیاد کوبیدم مزه چیز بده، اصلا چیز خرتو کوبیدم باشه. خواهشن اونو چیکار کنید؟ بیدید سگا بخورن. سعیدی نماینده چابار گفته نمیشود پدران غرب ستیز باشن. مرگ بر آمریکا، مرگ بر، ولی فرزندان غربگرا. I love you LA، I love you LA USA، I love you Canada Toronto. سعیدی نماینده چابار، چرا نمیشه؟ دقیقا الان شده دیگه، پدران همه غرب ستیز، مرگ بر شعار بر، و بچه هم تو دل اروپا، آمریکا، کانادا اشغال میکنن. شده سال هاست که شده و هیچکی هم اصلا مهم نیواسش، چیز نشد اینجا نیست. هر چیزی که فکر میگوی نمیشه میشه، با عقل جور در نمیاد، میاد اینجا میشه. سخت نگیر سیدی. شاهزاده سرین هم دستگیر کردن، نمیدونم داخل تهران کرج، نمیدونم. سرین آبت نبود، نونت نبود، ایران اومدنت واسه چی بود؟ بابا همه دارن میرن، تو برگشتی اونم از آمریکا میگیرن، حالا به چه جرمی؟ تو که به قول خودت شاهزاده پارسی هستی، شاهزاده پارسی جاش باید تو قصر باشه نه تو زندان. سرین، آره سرین، انشالله که زودتر آزاد بشی. یعنی خدا رو شکر من دندونام خوبن، یعنی من تنها شانس زندگیم شانس دندونیه، یعنی از دندون لاغر شانس بردم، ولی یه دونشون خرابه، خیلی هم بیشرفه که صافت. یعنی هیچ مشکلی نداره، نگاه میکنه کدوم روز تعطیله، تعطیلاته، هیچ دندون پزشکی باز نیست، هیچ جا باز نیست، دردش میگه که صافته. یعنی انگاه خوش میدونه، یعنی امروزی که هیچ جا باز نیست دردش گرفته. سه فروردین عوضی نمیدونه از کجا میدونه، او دفعه یک فروردین دردش گرفت، تعطیل بود. کسافت نگاه میکنه ببینه کدوم روزی جا باز نیست، دردش میگه آشغال عوضی. یعنی فقط بذار باز بشه میکنمت، پرت هم نمی کنم، یعنی بذار جای خالیت باشه، جات اصلا یه چیز دیگه میذارم، کسافت عوضی. اگه نکندمت آشغال، کسافت بیشتر عوضی. شاکر آزاد عزیزم، چرا حجاب نداری؟ پوشش درست نیست، آها اعتماد به نفس نداری. چی میگه عوضی؟ راست میگی؟ واسه چی؟ آه احساس میکنه اگه حجاب کنی اعتماد به نفست میاد پایین و خود کمبینی داری، و اگه حجاب نداشته باشی و بدون پوشش حجاب اعتماد به نفست میاد پایین. این بدون حجاب پوشش میده عدم اعتماد به نفستو. جدی؟ واقعا ما فکر میگه شما مخالفید، نگو به خاطر اعتماد به نفستونه. آره به جان خودم، او آقای مسئوله گفت، گفت بعضی ها به خاطر عدم اعتماد به نفس و خودکمبینی حجاب نمی کنن، پوششونینه، و الان ها دوست دارن اگه اعتماد به نفسشون خوب بود حجاب می کردن. بله اینا مستنده، این هم نوشتن. پس حالا اعتماد، متاسفانه توی چند وقت اخیر خیلی داره به پزشکا حمله میشه که خیلیش هم بی‌انصافیه واقعا. مگه فکر میکنی چند درصد پزشکا درآمد عالی و نجومی دارن؟ 5 نهایتش 10%. 90% پزشکا درآمدشون معمولیه و مثل مردم عادی هن. او 10% هم نوش جانشون، زحمتشو کشیدن، تلاش کردن، درس خوندن. پس خواهشم بهشون حمله نکنید،
ما به این پزشکای عزیز نیاز داریم. اونایی که توی سختی موندن دارن لطف میکنن به ما و الا میتونستن مهاجرت کنن و به خاطر همین حمله هاست که خیلی هاشون دارن مهاجرت میکنن و متاسفانه بعضی دارن خودکشی میکنن به خاطر وضعیت معیشتی کارشون خودکشی میکنن. آره خواهشم بهشون حمله نکنید. اونا هم توی جامعه با این سختی کنار ما در زندگی میکنن، فقط شغلشون یه چی دیگه است. بهشون احترام بذارید. دمتون. رضا ملک زاده استاد دانشگاه تهران گفته 40 تا استاد از بهترین اساتید دانشگاه پزشکی تهران اخراج یا بازنشسته شدند و رضا ملک زاده ناراحته، میگه نباید میشدم. واسه چی بشن؟ رضا ملک زاده میگه رضا واسه چی نشن؟ تنها چیزی که توی دولت مهمی همینه دیگه آقا، بذار اخراج بشم. میرن اساتید خودیشونو میارند. اینا که تو همه چی به خودکفایی رسیدن تو اساتید هم میرسن. آره دیگه اساتید دانشگاه خودکفایی، مسئول خودکفایی، مگه نمیدونی وضعیت مملکت چجوریه دیگه؟ این نشان از خودکفاییشون داره دیگه، خودیاشون. نیازی به چیزای کارکشته و خوب نی، خودشون هستن. رضا بپرسید عزیزانم. بله بله ما گفتیم تورم رو تک رقمی میکنیم، بله گفتیم فقر، بله گفتیم ریشه‌کنش میکنیم مسکن، اونم گفتیم ایجاد میکنیم شغل، اونم گفتیم ایجاد میکنیم آپکه ایجاد میکنیم، هنوز زمانش نرسیده. بله بله ما سر حرفمون هستیم، گفتیم اینا رو ایجاد میکنیم و ایجاد خواهیم کرد، ولی سالش که نگفتیم. بله این نکته انحرافیشه، این نکته انحرافیشه. همیشه یه سیاستمدار و مسئول یه نکته انحرافی میذاره که اینه، ما گفتیم ایجاد میکنیم ولی نگفتیم کی. حالا معلوم نی حالا چه سالی، ولی هنوز سر حرفمون هستیم. اگه کسی اما سال شنید من هرچی خواست بهش میدم. بله عزیزانم ما گفت بازم میگیم ایجاد میکنیم. از احسان سورابی فعال کارگری گفته باید وزیر کار استیزا بشه. بهش گفتم واسه چی سولت باید استیزا بشه؟ احسان گفته چون حقوق کارگر خیلی پایینه و اون نماینده کارگری هم امضا نکرده حقوق مصوب وزارت کار رو و باید استیزا بشه. احسان تو چقدر ساده. اگه سولت میدونست که استیزا میشه و برکنار میشه که امضا میکرد. نه ترس، به خاطر کارگرا نماینده ها برکنارش نمی کنن. احسان این پنبه رو از گوشت بکش بیرون. احسان این سولت حلال است. اگه میدونست برکنار میشه که حقوقتون اضافه میکرد. میدونه نمیشه. این درخواستتونم به بنبست میخوره احسان. کارگرها همیشه مظلومن احسان.